عرض سلام و درود دارم دوستان عزیز، موشه ایساخان هستم در کنار دوست عزیزم سرور گرامی آقای دکتر پیمان رافی با تلفن 310-893-0104. حتما یادداشت کنید 310-893-0104. با بیش از 15 سال خدمت صادقانه به جامعه ما، روانشناس بالینی، همه دوستتون هم دکتر جان، و یک افتخاریه که در کنار شما هستیم. دکتر جان خوش اومدیم به برنامه خودتون. بله، سلام و برخا به همه دوستان عزیزانی که الان همراه ما هستن، اونایی که در آینده صدا و تصویر ما رو خواهند داشت. ربای مشی عزیز انواع و اقسام پلتفرما رو استفاده میکنن که این برنامه به هر حال پخش بشه، هم از طریق صدا، هم از طریق شبکه های اجتماعی، تلویزیون درخت زندگی. و خیلی از دوستان به بنده میگن که برنامه ما رو از طریق درخت زندگی تماشا میکنن. بله، که خیلی هم خوبه، دست دوستانی هم که تو این زمینه فعالیت میکنن واقعا درد نکنه. آره، اونا زحمت بزرگی میکشن، ما داریم از تلویزیون اونها و این چیزی که برای ما آماده کردن استفاده میکنیم. ساتلایت و دیش میگو بیش از بین 500 هزار تا 1 میلیون نگاه میکنن تو ایران و جای دیگه، البته آمار دقیقش نیست، ولی خدا رو شکر در ایران هم دارن نگاه میکنن. اسرائیل که خیلی شما رو دوست دارن، چون واتساپ و تلگرام قشنگ میره اونجا و دست به دست میشه. مثلا تو اسرائیل هنوز مثل جاهای دیگه دنیا روانشناسی مثلا ایرانی جا نیفتاده، بنابراین خیلی دوست دارن که صدای شما رو میشنون و موضوع رو بررسی میکنن. خیلی هم خوب، اما خواستیم که جلو جلو هم عید نوروز هم به همه دوستان تبریک بگیم. امشب چهارشنبه سوریه، درسته دکتر جان؟ بله، امشب چهارشنبه سوریه، ولی خب بارونه دیگه، بارونه. حالا ربای من یه چیزی میخوام بگم، ولی بین خودمون باشه، به کسی نگید. ما خب هر سال به هر حال دوستا رو جمع میکنیم، یا بچه ها رو جمع میکنیم، میگیم یه آتیشی باشه و یه بازی و سرگرمی از روش بپریم. و خب امسال بارونه، بارون داره میاد و میگم حالا به کسی نگیدش، اینجاست، فقط بین من و شما باشه. ما یه شمع روشن کردیم، از رو شمعه پریدیم. خب سمبولی سر جای خودش از آتیش هست که آره دیگه، خلاصه. ولی خب خنده بود دیگه، بچه های خود تعجب کردن و خندیدن، ولی خب ما قبل از شروع این برنامه از رو شمعمون پریدیم. سلام، چه دعایی میکنه دکتر جان موقعی که از راستش میفرن، چی میگن؟ والا همین ماجرای زردی من از تو، سرخی تو از من، اگر اشتباه نکنم. به هر حال به نوعی ما زردی و بیماری هامون اینها رو میدیم به آتش، و اون سرخی و رنگ سرخ و سلامت و حیات و اینها رو از آتش میگیریم. و این به قول معروف در پایان این سال منم شدم مثل آقای دکتر انقطاع، خدا رحمتش کنه، توی مراسمای مختلف یلدا و نوروز و چهارشنبه سوری آقای دکتر انقطاع فلسفه اینها رو تعریف میکردن، بسیار هم زیبا و شیرین. فوت کردن، چند سالیست که فوت کردن و از بین ما رفتن، روحشون شاد. ولی آره دیگه، در آخر سال به قول معروف این سنت هستش که این چهارشنبه سوری و از روی آتش پریدن، به قولی این مریضی ها و بیماری ها رو ما میدیم به آتش، و سلامت و سرخی، رنگ سرخی که نشانه سلامتی است، رو از آتش میگیریم. اینطوری است. امیدوارم که سال خوب سنوشی برای همه، و همچنین که شما فرمودید تمام بیماری ها، چه مادی چه معنوی، از همه بین کنار و سال و صفا تو همه دنیا برقرار باشه. و دیگر بار این اتفاقاتی که سال گذشته داشتیم که کم هم نبودن، چه زلزله ترکیه، چه اتفاقای ناگوار جای دیگه، سال آینده فقط بیایم از اینجا و اخبار فقط خبرای خوش به هم بتونیم ابلاغ کنیم، با امید خدا. آمین، آمین. دکتر جان بارون هم که داره میاد، برکت الهی، من 36 سال اینجا هم تا همچین بارون ندیدم تا حالا که این گونه ادامه داشته باشه. ما با دوستان صحبت می‌کردیم، شاید امید خدا وقتی هوا خوب شد، عید نوروز و موعد پسح و اون برا تو اسپرینگ، یعنی یک ماه دیگه، بهترین جایی که دوستان میتونن برن یوسیمیتیه. اینقدر برف اومده دکتر اونجا، اینا که آب بشه و هوا خوب بشه، گرم بشه اونجا، آبشارا اصلا باور نکرد. من میگم اگر مرده بره اونجا دکتر جان، زنده میاد بیرون، بهشت، زنده برمیگرده.
سر قسمت شه با دکتر بریم یه بار اونجا. انشالله باید یه برنامه بذارین دیگه. نه با یه برنامه اگه بذارید میتونیم حتی اتوبوس و اینا هم داشته باشیم و به هر حال یه گردش و یه تفریحی بریم. خب هستن دوستانی که زحمت میکشن و در پالم اسپرینگ و سانتا باربارا و سان دیگو و اینها بعضا تور میذارن و میرن و خیلی هم خوش میگذره، ولی خب اینم حالا شما با آقای کهن صحبت بکنید، شاید که بتونیم یه برنامه رو اینطوری بذاریم و بریم یه روز زیبا و قشنگی رو داشته باشیم. آره هم من مادی هم معنوی خوش بگذر به همه. بله خدا چشم دکتر جان، بریم سر اصل مطلب. البته همش اینا مطلبش جایی دور نمیره، روانشناسی ترس و استراب. سعی میکنیم اتفاقاتی که در دنیا میفته بتونیم ما ازش درس یاد بگیریم. شما یه صحبت زیبا با صدای آمریکا داشتید، البته خیلی خلاصه بود و در مورد این مصونیت دخترایی که توی ایران اتفاق افتاده بود، بچه مدرسه ها، که البته خبر دقیقش هم که ما نمیدونیم، ما چیزی که این بر اون بر میشنویم، یعنی با چشم که انسان نمیبینه اون واقعا ترسناکه. و شما نه تنها صحبت کردین در مورد بچه هایی که صدمه میبینن، ولی خیلی قشنگ نکته که اشاره به اون کردین، صدمه هایی که بعدن رو خود این بچه ها، اطرافیان، بچه مدرسه یا پدر مادر داره، و یه دریچه جدیدی رو باز کردین در روی که اخبارهایی که ما گوش میکنیم فقط روی این بچه ها معطوف بودن. اگه میشه مقدار این رو باز کنید و توضیح بدید ممنون میشم. البته گفتیم در مورد اقتصاد آمریکا هم بخوایم بگیم، اینم قاطیش کنیم که متأسفانه یکی دو تا بانک هم که اعلام ورشکستگی کرده بودن تو آمریکا و کلن یه مقدار دنیا مثل که پدر من میگه، اینو حرف چندین سال پیش زد، گفتن که مثل زمان جنگ جهانیه. اونا دیده بودن دکتر جان، ما ندیم، ما فقط شنیده بودیم. اونها احساس میکنن دقیقاً اون زمانه با الان یکیه دکتر جان. بله به هر حال هر چند سال یه سری از این بحران ها واقعا میاد، مثل همین کوویدی که آمد که سالها پیشش هم آنفلانزای اسپانیایی آمده بود و دردسرهایی رو ایجاد کرده بود. به هر حال در این به اصطلاح بی نظمی ها هم یک نظم هایی وجود داره، من همیشه میگم، یعنی این برگشت این اتفاقات در این زمین لرزه ها، در این طوفان ها، در این اتفاقاتی هم که ما به عنوان بشر اونها رو به عنوان بی نظمی نگاه میکنیم، ولی به صورت کلی اگر نگاه بکنیم در همین بی نظمی ها و بحران ها هم نظمی وجود داره و اینها هم به دلیل و حکمتی اتفاق میفته. حالا اون برنامه رو که اشاره کردی در صدای آمریکا اتفاقا یک برنامه یک ساعت هست و با حضور مهمانان دیگری برگزار شد. من البته توی اون برنامه فکر میکنم 4 قسمت یا 5 قسمت صحبت داشتم. قسمتی رو که روی فیسبوک گذاشتم یکی از اون بخش ها بود. یک نگاهی من از بعد روانشناختی انداختم به اصولا حالا این مسمومیت مدارس دانش آموزان دختر. یه مقدار خیلی زیادی سلام چند ماهی است که در ایران داره اتفاق میفته و یک حراس اجتماعی رو به وجود آورده و صحبت‌ها زیاد در موردش شده، هنوز هم حالا عواملش پیدا نشده. حالا این یک حراس اجتماعی است که به هر حال اون مشکلات رو داره که حالا در موردش الان باز بیشتر صحبت خواهم کرد که اصولا این چه تأثیری میگذاره هم روی فرد، هم روی خود دانش آموز و هم در اجتماع وقتی یک اتفاق و بحرانی به این حالت میفته و میتونه نگران کننده باشه، میتونه ترس و هراس رو ایجاد بکنه. اول اینکه در همین ابتدایش سخن بگم که در مورد این اتفاقی که الان در ایران افتاده و چند ماهی هست که دختران دانش آموز مسمومیت هایی رو گزارش میکنن، به بیمارستان میرن، حالا احوال بدی دارن، یک مقاله هم در سایکولوژی تودی منتشر شد شاید یک هفته پیش و این اتفاق رو منتسب کرد به هیستریا یا هیستریای جمعی، ماس هیستریا، و صحبت کرد که خب قبلا در یک قسمتی از فلسطین در اتفاقی افتاد و این هیستریا به این صورت بود که افراد از ترس اتفاقی و یا تصور اتفاقی حالشون بد می شده و اون اتفاق واقعیت نداشته و فقط یک ترس بوده که افراد از همدیگه به نوعی تقلید می کردن و به صورت فیزیولوژیک هم حالشون بد می شده.
که البته من اعتقادم بر اینه که این اتفاقی که الان در ایران و مدارس دخترانه داره میفته اصلا این نیست، هیستریای جمعی نیست، این یک واقعیتی است. چرا؟ برای اینکه خب در مدارسی اون مواد مسموم کننده پیدا شده و بعد طول زمانی که پیدا کرده این اتفاق و چند ماه هست، هیستریای جمعی زمانش خیلی کوتاه‌تره تا این چند ماهی که ما الان داریم میبینیم. حتی حکومت بازداشت‌هایی رو انجام داده، تحقیقاتی رو انجام داده، عواملی رو دستگیر کرده که وقتی این اتفاقا میفته دیگه نمیتونه تقلید و یک هیستریای جمعی باشه، بلکه یک عامل حقیقی و واقعی وجود داره. و بعد حالا تحقیقات پزشکی هم نشون داده که گازهای سمی این مسمومیت رو ایجاد کرده. پس ما میبینیم یک عاملی وجود داره، برای اینکه گاهی وقتا فقط صرفا یه چیزی حراس فوبیا، انگزایتی و استرابه که این دلیل واقعی و حقیقی نداره، فقط یک استرابه، یک حمله استرابی است. ولی ما یه ترسهایی رو داریم که ترسهای واقعی هستند و ترس طبیعی هستند، نه ترس شرطی. که این اتفاق در مدارس هم یک ترس واقعی است که به وجود آمده و خب اعضای جامعه هم میترسن. اصولا در اینجور مواقع ما از دو تروما صحبت میکنیم، یک ترومای اولیه که فردی که درگیر یک مسئله و یک بحران ترسناک هست این تروما رو تجربه میکنه. در این مثالی که داریم میزنیم دختران دانش آموز، دختران دانشجو، خانواده های اونها افرادی هستن که از ترومای اولیه صدمه میبینن و رنج میبرن. اما یک ترومای ثانویه هم داریم که افراد جامعه هستند که شاهد این اخبار هستند و یا خودشون دختر نوجوانی دارند، دختر محصلی دارند و یک مقداری خودشون رو هم هویت میکنند با قربانیان و اونهایی که درگیر هستند. این تروما رو ما میگیم ترومای ثانویه. و معمولاً قربانیان ترومای ثانویه یا شاهدان و ناظران فراموش میشن، کسی به اونها توجه نمیکنه که اونها هم این تجربه ترسناک و حراسی رو دارن تجربه میکنن و میتونن حالا احوال بدی رو پیدا بکنن و این خودش میشه یک حراسی در اجتماع که همه رو به هول و ولا میندازه، میترسونه، از آینده ناامید میشن، بیاعتماد میشن به عوامل دست اندرکار مثل مسئولین مدرسه، ناظم و معلم. و ناامیدی و بی انگیزگی وقتی در یک اجتماعی شروع میشه به منتشر شدن، خب خیلی مسائل و مشکلات دیگر رو همراه داره، از جمله افسردگی ها، از جمله مواد مخدر، از جمله دعواهای خانوادگی و طلاق ها. پس میبینیم موضوعاتی که به صورت روانشناسی فردی میتونه در نظر گرفته بشه چگونه به جامعه و اجتماع سرایت میکنه و یک معضل اجتماعی میشه. خب اینجاست که ما روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی، سلامت فردی و سلامت اجتماعی رو بی ربط از همدیگه نمیتونیم در نظر بگیریم. اینا به همدیگه مربوطن. اونچه که به فرد مربوط میشه به اجتماع تأثیر میذاره، اونچه که در اجتماع اتفاق میفته به فرد تأثیر میذاره. شما اشاره کردید به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی و تورم‌ها و گرونی‌ها و ورشکستگی ها و غیره که میبینیم در یک اجتماع داره اتفاق میفته و چگونه حالا تأثیر میذاره روی روان تک تک من و شما. حالا ما فرد هستیم، شاید داریم کار خودمونو میکنیم، شاید هم حالا خیلی بسته شدن دو تا بانک بزرگ در آمریکا رو زندگی شخصی من و شما تأثیر نذاره، اما شنیدن خبر بسته شدن این بانک ها میتونه روی روان من و شما تأثیر بذاره و اون حس ناامنی و عدم اعتماد رو در من و شما به وجود بیاره که منجر به اضطراب و نگرانی، افسردگی ها، بیخوابی، مشکلات تغذیه و خوراک و مراقبت از خود و و و مسائل دیگه که حالا باز بیشتر حالا در موردش صحبت میکنیم. بفرمایید. خواستم به دوستان بگم که از سخنان گوهربار دکتر که داریم بهره‌مند میشیم، لابلا این درسای روانشناسی چقدر درسای دیگه هم یاد میگیره. مثلا یک اتفاق که برای دختر بچه مدرسه میفته، با اعصابش توی جامعه چگونه هست،
و ما باید یاد بگیریم که یه کار کوچیک بعضی وقتا این شعاعش بزرگتر میشه و میتونه اصلا خیلی خرابی ها به بار بیاره. ما این تو ذهنم اومد، شاید یه بار قبلا گفتیم، ما تو یهودیت اصلا همه کاری به دین هم نداره، عیادت از بیمار یه چیز ما بهش میگیم میسوا ثواب داره، ولی تو عبری خیلی لفظا دقیقه، بهش میگن بیغور خولین، یعنی عیادت از بیمارها. حتی اگر از یک بیمارم عیادت کنی باز جمع میگن، میگن خولین. پس سوال میگم چرا مریض ها یه مریضه، حرف شما دکتر جان چقدر قشنگ، میگه وقتی انسان میره عیادت مریض فقط به مریضه فکر میکنه، ولی بعضی وقتا اون پدر یا مادر، اون کسی که بالای اون مریض نشسته، شب نداره، روز نداره، خواب نداره، از زندگیش زده، اونم عیادت احتیاج داره. بنابراین جمع میگه، و شما خیلی قشنگ، دخترها صدمه دیدن ولی با حسابش صدمهش به جامعه میرسه، به خانواده میرسه. خیلی قشنگه که لابلای درسه که ما امشب یاد میگیریم دوستان این نکات تکنیکی و ظریف که دکتر سریع ازش رد میشه، ولی یک دنیا اینجا، یک دایره معرفی است که یک گنجینه بزرگه و خواستم از شما تشکر کنم که اینقدر نکته سنج و ظریف به موضوع نگاه میکنید. حالا رب با شما به مسئله مریض که اشاره کردید، اتفاقا یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه و الان چند سالی است که اصولا اصلا انجمن روانشناسان آمریکا یک بحث بزرگی رو راه انداخت که گفت اونهایی که از مریضها نگهداری میکنن، به خصوص مریضهایی که فرض کنید به دلایلی مثل آلزایمر ممکنه طولانی تر در بستر باشن و خب نگهداری از اونها خیلی مشکل تره، خیلی نگران کننده تره، خیلی دشواری های زیادی داره، اصولا گفتن که یک کمپینی که ایجاد شد این بود که از مراقبت کنندگان باید مراقبت بشه. واو. یعنی از اونهایی که کیرتیکر هستند، اونهایی که از بیمار مراقبت میکنن، از بیماران طولانی مدت دارن نگهداری میکنن، دخترشون هستن، پسرشون هستن، خواهرشون هستن، مادرشون هستن، اونها رو ما نباید فراموش بکنیم و اونها خودشون مسئله مشکل سلامت روان پیدا میکنن به دلیل فشاری که دارن، استرسی که دارن، فرصتی که ندارن از خودشون مراقبت بکنن، و به خاطر همین یکی از راه‌های کمک کردن به اونها تشویق اعضای دیگه خانواده است که به کمک او برن، کار رو با او شیفتی بکنن، نوبتی انجام بدن، تو صبح برو من شب میرم، من شب میرم تو صبح برو، تو با من جا به جا بکن. این کمک کردنهای اعضای خانواده در حمایت و نگهداری از فرد بیمار یکی از پیشنهاداتی بود که توی این کمپین آمد که ما باید به اون فردی که داره مراقبت میکنه توجه داشته باشیم، او رو فراموش نکنیم، اون هم بیخوابی میکشه، اون هم سوگواری میکنه، اون هم استرس و نگرانی تجربه میکنه، به خصوص وقتی با اون فردی که داره ازش نگهداری میکنه رابطه عاطفی داشته باشه، مادرش باشه، همسرش باشه، برادرش باشه، خواهرش باشه. اینها رو ما باید جدی بگیریم و برامون مهم باشه. همونطور که چند دقیقه پیش من گفتم ترومای ثانویه، ترومایی که ناظران و شاهدان بر یک بحران و اتفاق دارن تجربه میکنن، شما هم که بحث رو تکمیل کردید، این هم باز مراقبت کنندگانی که از بیمار دارن مراقبت میکنن هم باید مورد توجه و اهمیت قرار بگیرن، به خصوص توسط افراد فامیل و دوستان نزدیکشون که تو خوابیدی، تو غذا میخوری، تو ورزش میکنی، تو بیرون میری، تو وقت تفریح داری، بذار من بیام جای تو و تو برو تفریح، برو ورزش، بذار من چند بار میام در هفته، تو فرصت داشته باشی بری حمام بکنی، بری به خودت برسی، بری تو هم یه استراحتی داشته باشی. و ما میتونیم این کارو بکنیم، یعنی ما در فامیلی که هستیم و افرادی که تو فامیل هستیم میتونیم برای نگهداری از مادر بزرگ، پدر بزرگ یا فرد بیمار این همکاریا رو با هم دیگه داشته باشیم. رب بفرمایید. خیلی قشنگ، اتفاقا این بحث ترس و استراب هم کامل میکنه یه مقداری، چون کسی که مثلا پدر مادری که الان این دخترای معصوم و صدمه رو دیدن، وقتی ما به اونها میرسیم اونا راحت‌تر سالم‌تر میتونن به بچه خودشون برسن. اگر اینا بخوان از پا در بیان، خب پس کی میخواد به اون بچه ها برسه؟
و با هوای همدیگر هم داشته باشیم. و اینم من میگم دیگه شما ادامه بدید. یه تنها چیزی که منو واقعا ناراحت میکنه وقتی که به بچه های معصوم ظلم میشه دکتر جان، نمیدونم چی هست. من وقتی میبینم بچه ها هر دینی میخواد باشه، برای من هیچ فرق نمیکنه، سیاه سفید، با دین بی دین، این بچه ها هیچ از خودشون نمیتونن دفاع کنن. وقتی به اینها ظلم میشه منو اصلا منقلب میکنه، نمیدونم چرا. دلیلی که شما دارید و اتفاقی که داره میفته کاملا قابل درکه و کاملا هم درسته. چرا؟ برای اینکه ببینید کودک و نوجوان آسیب پذیرترین اقشار یک اجتماع هستند در مواجهه با بحران. یعنی کودک و نوجوان چون تازه پا گذاشته به یک نهاد دیگری غیر از نهاد خانواده به نام نهاد اجتماعی، به نام نهاد آموزشی، و مهارت‌هایی رو نداره که با یک بحران و یک درگیری بزرگ و عاطفی و نمیدونم حتی تهدید کننده سلامتی و جان خودش چگونه باید کنار بیاد و مواجه بشه. نمیدونه، بلد نیست. در نتیجه کودک و نوجوان میشه آسیب پذیرترین قشر اون اجتماع، برای اینکه ابزار لازم رو نداره. ساخت و ساز و ساختار مواجهه با یک بحران رو نداره. اونجاست که خب دل من و شما بیشتر براش میسوزه، یا بیشتر میخوایم کمک بکنیم، یا این اصلا یه چیز غیر عادی میاد زمانی که کودکی مورد حمله قرار میگیره، زمانی که یک نهاد آموزشی که قرار بوده درش امنیت باشه، حمایت باشه، رشد دادن باشه، مورد حمله قرار میگیره. اونجاست که اجتماع، اتفاقا وجدان اجتماع بیشتر به درد میاد و ناراحت میشه و اعتمادش رو از دست میده. و متاسفانه باید بگم اینا همه حساب شده است که ما کجا رو هدف قرار بدیم که بتونه بیشترین ضربه رو بزنه و مشکل سازترین باشه. حالا هر کی این برنامه رو ریخته و هر کی اون رو داره هدایت میکنه، با حساب قبلی و برنامه ریزی قبلی داره این کار رو انجام میده، برای اینکه داره آسیب پذیرترین قشر رو که دانش آموزه و دختره مورد حمله قرار میده. و اونجاست که بله، دقیقا من و شما اون حس رو میکنیم، هر انسانی این حس رو میکنه که کودک بیدفاعی که ابزار لازم رو نداره داره مورد حمله قرار میگیره. قرار بوده اونجا براش امنیت بیاره، قراره براش رشد و یاد گرفتن بیاره، الان شده براش ترس، صحبت از ترک تحصیل میشه، من به مدرسه نمیرم میشه، من بچه‌مو به مدرسه نمیفرستم میشه. اینها مسائلی است که الان خانواده‌ها دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، تازه بعد از اون پندمیکی که دنیا رو لرزوند. انگار اون کم نگرانی و استرس و استراب برای خانواده‌ها و انسان‌ها آورد که حالا ما الان شاهد این جور مسائل هم هستیم. یعنی شما نگاه بکنید، حمله روسیه به اوکراین بی‌دلیل ترین، ناعادلانه ترین، بیجا ترین، بی موقع ترین جنگی که وقتی دنیا داره از بحث پندمیک میخواد حالا بیاد بیرون و خودش روی مقداری سر و پا بکنه، این اتفاق میفته و مشکل گندم و مشکل غلات و مشکل انرژی و اینجور چیزها برای دنیا به وجود میاد. گرونی و تورم، گرون شدن گاز و بنزین و اینهایی که ما همین الان در آمریکا خودمون داریم تجربه میکنیم به وجود میاد. و بعد خب در ایران هم میبینیم که این اتفاقاتی که یکی پس از دیگری افتاد، با کشته شدن مهسا امینی و بعد برخورد جنگی و قهری و عصبانیتی با معترضین و اعدام‌ها، و بعد حالا هم که این میستری و اتفاقاتی که برای دانش آموزان دختر داره میفته، اینها یه اتفاقاتی است که متاسفانه روح جامعه رو تضعیف میکنه و اون ترس رو غالب میکنه که اون حراس اجتماعی رو به وجود میاره. و حالا دقیقا اگر ما ببینیم آمار، فرض کنید اعتیاد بالا بره، آمار الکل، خرید الکل و مصرف الکل بالا بره،
نباید تعجب بکنیم، چون اینها متاسفانه یه سری ابزارهایی است که در مواقع ترس و وحشت و افسردگی و ناامیدی مصرفش بیشتر میشه. هستیم در خدمت شما جان. بله، خدمتتون عرض کنم که به هر حال حالا یه مقداری هم حالا بحث، البته بعد توی صحبتهایی که من این چند وقت داشتم در مورد حالا راهکارهام که با این اتفاقی که دانش آموزا براشون میفته چه باید بکنند و یا اجتماع چه باید بکند، هم باز بحثهایی هستش که اصولا وقتی یک بحرانی اتفاق میفته، سلام و درود به جناب افهمی عزیز، خوشحالیم که به برنامه ما توجه میکنید و حضور سبز دارید، البته یه خود حضور گلی دارید برای اینکه چند تا گل گذاشتید روی صفحه. وقتی یه بحرانی اتفاق میفته و انسان در درجه اول احساس میکنه که کنترلی نداره توی این بحران، کاری از دستش بر نمیاد و یک قربانی است و باید سرشو بندازه پایین و تحمل بکنه، بپذیره، قبول کنه، آزار ببینه، این خیلی حس بدی است. حس ناتوانی، helplessness، که من کمکی نمیتونم بگیرم، کمکی ندارم و یک قربانی هستم، در اینجور مواقع بدترین ضربه رو به روان انسان میزنه. خب ما برای اینکه بیایم این رو ریورت کنیم و این رو تغییر بدیم، میخوایم یه مقداری حس و احساس توانمندی، حالا به واژه خودش کنترل شرایط رو به فرد بدیم که تو میتونی کاری براش انجام بدی، تو توانایی انجام یا اقدام کاری رو، اقدام به کاری رو داری. اقدام، مرحله اقدام میتونه یه مقداری انسان رو آرام بکنه. برای همین اصولا حالا در این شرایط و یا در شرایطی شبیه بحران، فرض بفرمایید یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه عملگری ها و کنشگری هاست. اینی که ما چگونه میتونیم اصلا مطالبه گری بکنیم، میتونیم پیگیری بکنیم، میتونیم اعتراض بکنیم، میتونیم به دنبال دلایل بگردیم، میتونیم در شبکه‌های اجتماعی مطالبی رو بنویسیم، میتونیم از احساسات و تجربیات خودمون بگیم، میتونیم جاهای مختلفی در موردش حرف بزنیم. زمانی که این مطالبه گری و کنشگری اتفاق میفته، یک مقداری به انسان این حس رو میده که من در این شرایطی که این اتفاقات افتاده یه کاری دارم انجام میدم، یه قدمی دارم برمیدارم. و یا اینکه فرض بکنید مثلا وقتی یه جا زلزله اتفاق میفته، بلافاصله ما میبینیم در فیسبوک در قسمت‌های مختلف شروع میکنن کمک جمع کردن، پول جمع کردن، حالا اقلام مختلفی مثل پتو، مثل آب، و یا کشورهای دیگه شروع میکنن کمک کردن. خب در زلزله اخیر سوریه و ترکیه دیدیم بسیاری از کشورها، به خصوص کشور بسیار نزدیک به اونها اسرائیل، بلا فاصله اقدام به کمک کردن و فرستادن نیروهای کمکی و سگهای زنده یاب کردن که بتونن کمک بکنن. این کمک کردن ها، این حس اقدام و عمل به افرادی که شاهد و ناظر هستن حس خوبی میده. و اون قربانی هم برای این که بدونه میتونه از تجربیات خودش بگه و یا به دنبال فرض کنید حقیقت یابی باشه کمک میکنه. قربانیان، خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی که متاسفانه توسط موشک سپاه سرنگون شد، اونها مطالبه گری دارن میکنن، اونها انجمن تشکیل دادن، اونها مطالبه گری میکنن، میخوان به دادگاه های بین المللی شکایتشون رو ببرن و اونها فراموش نکردن، اونها دست کار نکشیدن، اونها همچنان مطالبه گری خودشون رو دارن ادامه میدن و دارن به سمت طرح شکایت های بین المللی در دادگاه های بین المللی و لاهه میبرن و دولت ایران رو به نوعی پاسخگو بکنن. خب این فعالیت ها و اقدام ها یه مقداری از لحاظ روانی به انسان کمک میکنه که احساس بکنه میتونه قدمی برداره، کاملا هلپلس نیست. و این قدم برداشتن چه برای اونایی که کمک میکنن، چه برای اونایی که مینویسن قدمی برمیدارن، و چه برای اونایی که به عنوان قربانی مطالبه گری دارن میکنن، میتونه یه مقداری آرامش بیاره. ربای بفهم.
خیلی قشنگ بارها گفتیم علم و ساینس و تورات، ما در مورد دین خودمون دارم صحبت میکنم، با هم مغایرتی ندارن، بلکه همدیگر هم کامل میکنن، و اگر یه جا کانتردیکشن یا زد و نقیزی میبینیم، یا علم رو درست خوب درک نکردیم یا اون دین و تورات رو ما دارم صحبت میکنیم. اتفاق خیلی قشنگ، یکی از نامه های ربل لوباویچ، یکی از بزرگترین راوهای یهودیان تو دنیا بوده، که حتی بیش از رئیس جمهور آمریکا دکتر جان نامه میگرفت، یعنی از همه دنیا، حتی زیر دریای آمریکا رو که طرحش داده بود، سوارای پزشکی، فیزیک، شیمی، اصلا نابغه بود آدم. اینا حرف شما رو میزنه، اینکه انسان باید خودش رو قوی کنه، اینا حس ناتوانی میارن، ما میخوایم توانمندی و عملگری اینا بیاریم. میگه انسان باید در همچین موقعهای بیتاخون، یعنی توکل، تراست خداوند رو قوی کنی و انسان مثبت فکر کنه، همون احساس توانمندی، من کوچیک نیستم، دنیا خیلی بزرگه، من ممکن مثلا مثل یه ذره ارزنم، با هواپیما میری بالا نگاه کنی اصلا وجود انسان نداره، ولی خداوند دونه بدونه انسانها رو دوست داره، دنیا نظارت داره. اگر اعتقادی به خداوند داریم که دنیا آفریده و ما میگیم بینگ بنگ نبوده، نه که دنیا رو آفریده رفته دنبال کار خودش، الان ستلایت به ما ثابت میکنه میتونی یه نفر تو آمریکا بشینه همه یه دنیا رو زیر نظر داشته باشه، کاری نداره. آیا وقتی انسان میتونه این کار انجام بده، قادر مطلق خداوند نمیتونه این کار انجام بده؟ پس یه مقدارم انسان از لحاظ معنوی میتونه خودش رو به خالقش کنکت کنه، متصل کنه، توکلش رو قوی کنه، زود نبازه، زود مایوس نشه، زود استراب و ترس و اینا نگیره. خداوندی که هست، که از اول که اصلا هیچی نبوده دنیا را آفریده، الان هم که آفریده، از اون عقاب آسمون تا اون ماهی زیر دریا غذاهاشون آماده هست، هیچ کس درمونده نمیشه. یه مقدار انسان این گونه کتاب هارم بخونه، فکر کنم دکتر جان انسان رو قوی میکنه. همون صحبت که شما کردین، اونا میخوان احساس ناتوانی ما بدن، ما باید توانمندی خودمون رو هر کس هر جوریه قوی کنه. اینم یه راشه. خب اصولا برای کسانی که اعتقاد دارن و ایمان دارن و به عامل یا عواملی که میتونه از اونها حمایت بکنه باور دارن و یا حمایت کننده است، ساپورت میکنه، و اون باور قلبی که میتونه باعث آرامش بشه، آرامش بیاره، و حالا به اسم توکل صحبت ازش میکنیم، توکل کردنی که آرامش پذی، آرامش دهنده است و میتونیم ما باهاش به یک آرامشی برسیم. در این جور مواقع بحرانی که به خصوص خیلی از مسائل دیگه ممکنه برای ما خیلی make sense نکنه، خیلی تعریف نکنه چرایی ها رو، اون باورمندی ها میتونه خیلی به فرد آرامش بخشی بکنه. یکی دیگه از مسائلی که در این جور مواقع میتونه به افراد کمک بکنه، همبستگی و کنار هم بودنه. اینی که ما کنار همدیگه هستیم و با هم هستیم و یک درد مشترکی داریم. اون سرود بسیار زیبایی رو که در ابتدای برخی از برنامه ها شما پخش میکنید که این درد مشترک جدا جدا درمان نمیشه، همینه که ما با همبستگی و کنار هم بودن میتونیم مطالبه گری بهتری داشته باشیم، میتونیم کنش های بهتری رو به نتیجه برسونیم. این همبستگیه یک قدرت جمعی رو به وجود میاره. همونطور که حراس ما میتونه یک حراس جمعی باشه، قدرتمون و کنار هم بودنمون و به همیاری بخشیدنمون هم میتونه یک قدرت جمعی بیاره. اونجا که باز میبینیم یک بحرانی مثل زلزله یا سیل یا طوفان ایجاد میکنه، اون همبستگی افراده که چگونه، فرض کنید در همین آمریکا وقتی یک قسمتی از آمریکا دچار یک بحرانی میشه، از ایالت‌های دیگه کمک فرستاده میشه، آتش نشان فرستاده میشه و حمایت‌های مالی فرستاده میشه، و این اون احساس همبستگی رو به اون قربانیان میده که من فراموش نشدم، من حمایت هموطنان و همزبانان و نمیدونم برادرای خودم، خواهران خودم، انسان‌های دیگر رو دارم. و این همبستگی هم میتونه اتفاقا در این قربانیانی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، حالا در مورد دانش آموزان دختری که در ایران دچار مسمومیت ها دارن میشن، اینها همون همبستگی و کنار هم بودن ها میتونه. ببینید ما الان
فرسنگ ها اون برتر، مایل ها اون برتر، کیلومتر ها اون برتر، داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم، داریم بازش میکنیم، داریم در موردش همدردی میکنیم. خب این یعنی همبستگی، این یعنی کنار هم بودن، یعنی اینکه درد تو درد منم هست. یکی از مسائلی که خب الان در این جنبش های اخیر در ایران ما متوجه میشیم که البته میتونیم الگو برداری هم بکنیم و در اجتماع هم بهش توجه بکنیم، اجتماعی که الان داریم توش زندگی میکنیم، این هستش که اگر من به درد هم نوع خودم توجه نکنم، فردا نوبت خودمه. اگر من امروز به مسائلی که مربوط فرزن هست، به مسائل اقلیمی و آب و هوا توجه نکنم، اگر من امروز پلاستیک رو زیاد مصرف بکنم و ریسایکل نکنم، اگر چیزایی رو که باید ریسایکل بکنم ریسایکل نکنم، اگر این کارها رو درست انجام ندم، فردا نوبت بچه منه. اگر ما امروز با برخی از حوادث طبیعی دست و پنجه نرم می‌کنیم به خاطر تغییرات آب و هوایی و گرم شدن دمای کره زمین و آب و هواهای اکستریم رو می‌بینیم، یه جا سرمای خیلی زیاد، یه جا گرمای خیلی زیاد، یه جایی که سرما نداشته حالا سرما پیدا کرده، یه جایی که گرما نداشته حالا گرما پیدا کرده، مثلا آب شدن یخ‌های قطب، خب این میتونه فاجعه ایجاد بکنه. خب اگر ما به اینها توجه نکنیم، فردا نوبت بچه و نوه خودمونه که با مسائل مشکل تری دارد دست پنجه نرم بکنه. پس اینی که ما بفهمیم و درک بکنیم، امروز اگر من هوای کارگر رو نداشته باشم، فردا نوبت خودمه. اگر پزشک هوای کارگر رو نداشته باشه، کارگر هوای نمیدونم معلم رو نداشته باشه، معلم هوای پرستار رو نداشته باشه، فردا نوبت خودشه. و الان ما این رو دقیقا در ایران داریم میبینیم. میبینیم بین اقوام مختلف ایرانی این حس پیدا شده که من باید فکر اون یکی هم باشم. یعنی کردستان فکر مثلا بلوچستان هم باشه. بلوچ ها فکر لورها هم باشن. لورها فکر جنوبی ها هم باشن. جنوبی ها فکر شمالی ها هم باشن. برای اینکه اگر من الان که اون اتفاق اونجا افتاده به فکر اونها نباشم، اعتراض نکنم و برای حمایت از اونها بلند نشم، فردا نوبت خودم. شما بیقانونی، خرابکاری، اشتباه و عدم رعایت اصول ایمنی رو دیدیم که ساختمان پلاسکو آتش گرفت و فرو ریخت به خاطر عدم رعایت مسائل ایمنی که در اون ساختمان باید رعایت میشد، نشد، اون ساختمان فرو ریخت. دیدیم اون وقت اومدیم دیدیم در جنوبی ترین منطقه کشور در اهواز یک ساختمان دیگری به علت عدم رعایت قوانین ساختمانی و مهندسی فرو ریخت. خب این چی رو نشون میده؟ اگر ما به فکر همدیگه نباشیم، اگر ما مطالبه گری نکنیم، فردا نوبت خودمونه. حالا در اجتماع بگم که داریم در زندگی میکنیم همینه. اگر من الان جلوی تبعیض‌های نژادی کلی وای نستم، فردا نوبت خودمه. اگر من میگم انتای سمیتیزم، میگم ضد یهودی بده و نباید ضد یهودیت حرف زد، اقدام کرد، عمل کرد، تبلیغ کرد، برای اینه که خب اگر این رواج داشته باشه، پس فردا ضد سیاه بودن و ضد هیسپانیک بودن و ضد هر چیز دیگه هم رواج میشه دیگه. پس ما باید جلوی همه اینها بایستیم، جلوی هر آنچه که قراره یه گروه دیگری، یه دین دیگری، یک رنگ دیگری رو تهدید بکنه، ما باید بایستیم. ما باید بگیم همه یکسان باشن، همه دوست باشن، همه حق و حقوق برابری داشته باشن، حق آزادی مذهب داشته باشن، بیان داشته باشن، اینها رو داشته باشن. خب اینه که واقعا اون حمایت و همبستگی رو لازم داره که اگر یه جایی میبینیم یکی رو دارن میزنن، بریم جلوشو بگیریم، نگاه نکنیم ببینیم که خب این نژادش با من فرق میکنه، رنگش با من فرق میکنه. برای اینکه اگر من اجازه بدم اون الان کتک بخوره، فردا نوبت خودمه، فردا نوبت بچه منه. اینه که این همبستگی ها واقعا در این جور مواقع میتونه خیلی آرامش بخش باشه، در این حال جلوی خیلی از مشکلات رو هم در آینده بگیره. بفهمید رب.
خیلی قشنگ. شاعر میگه بنی آدم اعضا یکدیگرن، یعنی واقعا این حس رو نمیدونم باید انسان داشته باشه که همه ما از یک آدم و یه هوا اومدیم به زن و شوهر، و همونجوری که دست با سر حتی اگر یک خاک بره مثلا توی چشم ناراحت میشه، عشق میریزه، دست میاد نمیدونم اون رو پاک میکنه، یا عشق چشم گریه میکنه برای زخمی که در دست و پا هست، انسان هم همه هم یکی هستیم، یکی دست، یکی پا، یکی سره. و خیلی قشنگ این جمله واقعا من همیشه تکون داده، اینا باید از ربل و باویچه خیلی قشنگه، میگه خب سر بالاتر از پا هست، بعضیا سرن تو جامعه، بعضیا پاهن کارگرن، ولی میگه پا سر رو به جایی میبره که سر به تنهایی نمیتونه بره. واو، یعنی درست سر ماورای پایه، ولی پای برتری داره روی سر. همه ما یکی هستیم، سیاه، سفید، بادین، نمیدونم یهودی، مسیح، فرقی نمیکنه. نباید تبعیض نژاد بشه، چون اگر امروز روی این دست بذارین، فردا روی یکی دیگه هست. و بدن سالم، جامعه سالم، دنیا، اجتماع سالم کلن، اگر پا مریض باشه همه بدن جمع میشن که اونو بخوان چیکار کنن، تسکینش بدن. همه ما یکی هستیم. یه نکته که خیلی قشنگه و صحبت که شما کردین در این طوفانای زندگی، یاد این افتادم، حالا یوسیمیتی حرف زدیم، یه دو سه ساعت اون برتر یه جا خیلی قشنگ از سکویا، ما یه بودو دوبار اونجا رفتیم، درخت های سر به فلکش خیلی قشنگ داره، و رفته بودن تحقیقات کرده بودن، دیدن که ریشه های این درخت های سکویا حدود 4000 سال قدمت دارن، و گفتن حتما یه ریشه هایی دارن تو اعماق زمین رفتن. وقتی که رفتن اینا رو باز کردن، دیدن نه، ریشه های آنقدر عمیق ندارن، رفتن پایین، ولی بعد از یه مدتی افقی رفتن، نه عمودی. این درخت با این درخت ریشه هاشون در هم آمیخته شده، و راز بقای این درخت های سر به فلک کشیده اینه که ریشه هاشون در هم آفرین هم بستگی همون شو رفت. حرف اول، آره دیگه، هم بستگی و اینی که من به تو کمک میکنم، تو هم به دیگری کمک بکن، و این کمک کردن هایی که ما به هم دیگه میکنیم هم به خودمون آرامش میده، هم به طرف مقابل آرامش میده، و هم میتونه در کل به اون هدفی که رشد ماست، موفقیت ماست برسیم. یعنی شما به من کار بده، من حالا وقتی که تونستم پول در بیارم رو پای خودم وایستم، به یه نفر دیگه کار میدم. شما به من یه چیزی یاد بده، من به یک کسی دیگه یه چیز دیگه که بلدم یاد میدم. و اینی که من اینو نگر دارم برای خودم که نه، اینی که من به دست آوردم، به سختی به دست آوردم و بعد خودم حفظ بکنم و به هیچ کس دیگه ندم و با هیچ کس دیگه قسمت نکنم، اونجاست که من دیگه اون همبستگی رو ندارم. این خودم اینو گرفتم. مثل یک کسی که احتکار میکنه، میره مثلا چه میدونم دستمال توالت تو تا میبینه اوضاع خیته، دستمالای توالت رو همه رو میخره، نگر میداره، انبار میکنه، وقتی که کم شد حالا اینا رو گرونتر به دیگران میفروشه. خب دیدیم دیگه این اتفاقا میافتاد در دستکش و ماسک و نمیدونم اینا توی دوران کووید. خب اینها یعنی که ما از اون شرایط داریم بهره برداری غلط و سوء استفاده میکنیم، به جای اینکه اون انسانیت ما داره میگه ما باید همبستگی داشته باشیم، به همدیگه کمک بکنیم، به همدیگه یاری برسونیم. اگر یه نفری واقعا دستش به دهنش میرسه و پول داره، کمک بکنه، حمایت بکنه، یه صندوقی رو تشکیل بده و اجازه بده که مثلا جوانها بتونن با کمک از اون صندوقی که هست اونجا ازدواج بکنن، یه مراسمی رو برگزار کنن، بیان بگن آقا جون من مثلا ماهی یه دفعه به این چه میدونم جشنی که اینجا شما میتونید بگیرید کمک میکنم و اینو من اسپانسر میکنم، شما بگید ما میایم اینجا عروسی میگیریم، اینم خرجش رو یکی دیگه داره میپردازه برای اینکه دوتا جوان با هم دیگه ازدواج بکنن. کمکی بدون انتظار داشته باشن. خانم نازنین میفرمان خیلی قشنگ. و این انتظارم واقعا یه مسئله دیگه است که ما وقتی انتظار داریم و وقتی اصلا کمک رو داریم خرابش میکنیم، اون میتسوه رو داریم خرابش میکنیم، برای که من میخوام ببینم حالا از توش چی میخوام بردارم. ولی کمک واقعی و مهربانی واقعی و همبستگی واقعی که میتونه نگرانی ها، ترس ها و حراس ها رو از بین ببره، اونجاییست که من بدون انتظار دارم میام یه میتسوه میکنم، یه کمک میکنم، یه کار خیر انجام میدم و هیچ انتظاری هم ازش ندارم. و شما ببین که ما اینقدر افراد باروخشم پولدار و متمول و موفق داریم
که براشون اصلا کاری نداره، اصلا آسیبی به زید جای زندگیشون نمیرسونه وقتی که کمک بدن، کمک بکنن و بعد ما فقر رو ریشه‌کن بکنیم، بیکاری رو ریشه‌کن بکنیم. آدمی که فقیر نیست، آدمی که بیکار نیست، آدمی که مشغوله، آدمی که حرمت به نفس داره، اعتماد به نفس داره، آدم سالم‌تری است در همسایگی من، تو کوچه و خیابون من. پس وقتی که من کمک میکنم به این که کار پیدا بشه، حمایت بشه، ازدواج اتفاق بیفته، کرایم و نمیدونم کارهای خلاف و مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و دزدی هم کم میشه. پس ببین چقدر ما میتونیم عواملی رو که میتونه در جامعه ایجاد هراس و ترس و ناامنی بکنه، ما با کمک‌های مهربانانه و بدون انتظاری که میتونیم داشته باشیم کمک بکنیم که اونا از بین بره. پارک میسازیم، مدرسه میسازیم، وسایل آموزشی رو تأمین میکنیم، وسایل تفریحی رو تأمین میکنیم، کار ایجاد میکنیم. فکر نکنیم که حالا من اگر کار مثلا فرض کنید کارگران بدون مجوز بگیرم ارزون تر برام تموم میشه، سود بیشتری میکنم، در حالی که یه جوان دیگری که حتی تو فامیل خودم هست و تو آشناهای خودم هست که مجوز کارم داره، آمادگی کار کردنم داره، اونو استخدامش نکنم و برم یه کارگری رو مثلا بخوام بگیرم که مجوز کار نداره و پول کمتری میخواد بگیره و برای اینکه من سود بیشتری میخوام بگیرم برم اونو استخدام بکنم. ربای بفرمه. مثلا چون از پلاسکو صحبت کردیم و تو ذهنم همینجوری خدا بیامرز الغانیان، کسی که پاساژ پلاسکو رو درست کرد، کارآفرینی رو اصلا رواج داد تو ایران. حتی من شنیده بودم تو زندان برای اون زندانیا کار درست میکرد که بتونه مثلا یه چیز حال خیلی کم در بیارن، هم به دولت کمک بشه و هم اینا بتونن سر بین سر و بدن در بیارن. و من همیشه حسرت اینو میخورم تو جامعه حداقل این موفق لس آنجلس ما، این الغانیان ها کجا هستن که الان با خودشون نشون بدن. به قول شما اگر کارآفرینی کنن، مدرسه بزنن، پارک بزنن، کتاب خونه بزنن، دو تا جا من آرزومه شمودن یه روز برآورده بشه یه زمین ورزش، یک ایندور ساکر درست کنن، آقا بزن مجتمع مثلا یهود، برای یهودیان، برای اسم مادرش، پدرش، مگه ارامنه نداشتن؟ هر اقلیت مافی داشتن تا ابد برای شما تو لس آنجلس ثبت میشه. بیان بچه اونجا فوتبال مثل ایران گلفنی 5-5 بازی کنن، زمین پینگ پونگی داشته باشه اونجا. حالا اگه کسی پول بیشتری داره، یه جای بزرگتر که دارن باروخ هاشم، به قول شما قشنگ مثل هتلش کنن برای مهمونی ها، عروسی ها، که اونایی که نمیتونن، حتی اگه اونایی که میتونن، دکتر جان اون دفعه شما حرف خیلی قشنگی زدید، اینها بیان یه مثال زنده‌ای باشن برای دیگران. من میتونم برم تو هتل نمیدونم کجا تو مکزیک عروسی کنم، نمیدونم چندین میلیون دلار آتیش بزنم، ولی میام تو یه جای خیلی کوچیک عروسی میگیرم. چرا؟ برای اینکه یاد بدم به چند نفر دیگه که سختش اونها بتونن راحت ازدواج کنن. خب دکتر جان این بحث امشب دیگه، ترس و استراب و اینا از جامعه برمی‌دارن. حرف شما واقعا طلاه. چرا بعضی از جوان ها از ازدواج می ترسن؟ ترس دیگه، برای اینکه خب از آره دیگه، این ترس دیگه. چرا جوان ازدواج نمی کنه؟ برای اینکه می ترسه، برای اینکه وقتی می خواد بره ازش می پرسن چی داری؟ چقدر داری؟ چقدر پس انداز کردی؟ خونت مال خودت یا اجاره است؟ خونه پدر مادرت زندگی میکنی یا خونه خودتو داری؟ ماشینت چیه؟ باور کنید این سوالا پرسیده میشه. فکر نکنید من اینا رو برای جوک دارم میگم، اینا سوالای واقعی است که میپرسن. خب این هم میترسه، این هم وحشت میکنه، ای اگر اینا دارن ناراز من میپرسن، این انتظارا رو دارن. دختر من نمیره کار بکنه ها، دختر من نمیخواد کار بکنه ها. خب اینا ترس ایجاد میکنه در اون پسری که میخواد ازدواج بکنه و بعد اونو عقب میندازه. و بعد خب دختر هم ازدواج نکرده، دختر هم پسر کم شده، برای اینکه پسرها وحشت کردن از اینکه ازدواج بکنن، زیر بار این همه مسئولیت و خرج عروسی و همه این خواسته ها برن. خب این اتفاقا میفته دیگه. الان ما کم نداریم دختران و پسرانی که هنوز ازدواج نکردن، 40 سالشه، 45 سالشه، دلش هم میخواد ازدواج کنه، میگه من میخوام ازدواج بکنم، ولی این اتفاقی نیفتاده.
چرا؟ به خاطر بسیاری از این ترس هایی که وجود داره. خب اگر ما حالا نبگم که بخوام انتظار خیلی بالایی داشته باشیم، ولی بیایم یه مقدار اینها رو فراهم بکنیم، اینا رو امکان پذیر بکنیم، خود همین مسئله ترس از ازدواج میتونه برطرف بشه و میتونه جامعه سالم تری باشه وقتی که قالب خانواده وجود داره، وقتی نهاد خانواده وجود داره و بچه ها میتونن درش رشد و پرورش پیدا بکنن، انسان ها احساس و خوبی پیدا میکنن، جامعه سالم تری میتونیم داشته باشیم تا جامعه ای پر از مجردینی باشه که آرزوی ازدواج دارن. حرف طلای شما امشب همه با حرف رو جدا جدا بینیزیم دکتر جان، هر کدومش یه دنیایی برای خودشه. این نمیدونن بیچاره ها که فردا خدا نکرده ممکن گریبانگیر خودشون بشه این بلایی که دارن سر بقیه میارن. هنوز دکتر جان امروز باورتون نمیشه، اصلا نمیدونم چجور بگم، یک خیاط بزرگ ثروتمند توی تهران الان تو خیابون ما بتپورت تو خیابون هوملس ایرانی میخوابه، 93 سالشه. و من فکر میکنم مثلا داره چرت و پرت میگه. وقتی از بچهای کنیسا پرسیدم، بزرگترها گفتن آره ما اینو میشناختیم، تو ایران ثروتمند خدا بود و چیزی و چیزی، الان هوملس. دکتر جامی یعنی چی؟ یعنی من گفتم چه جوری تو این بارونا تو این سرما من دو تا پالتو و کلا برمیکنم از کنیسا برم خونه، این شب کارتون میندازه با یه پتو نازک روش میخوابه، 93 سالشه. مردم چی فکر میکنن دکتر جان؟ نمیدونم. بعضی وقتا از خودم خجالت میکشم که بگم القانیان ها کجا هن، شوخی نمیکنم. خب یعنی چی؟ نسل آینده بیان یه کتاب در مورد ما بنویسن. آقا ما تو اومدیم یه مش آدم انقلاب زده تو لس آنجلس چیکار کردن؟ من با هزاران بار گفتم چی بنویسن؟ یه مش آدم تازه به دوران رسیده اومدن لس آنجلس از سر چال تو بیولی چیکار کردن؟ گاسیشن، کارواش، کنیسا، رستوران، ریال استیت، ایش نوش، چه کاری برای جامعه انجام دادید؟ آقا شما یه جایی زدید که دختر پسر به قول شما برن ازدواج کنن که این ترس و استراب که برنامه امشب نداشته باشن؟ نه. خب وقت پس از ما چه توقعی میره؟ من نمیدونم دکتر جان. در تهران یک جایی بود به نام، اگر اشتباه اسمش رو نگم، خانه جوانان یهودی، و یک ساختمان خیلی قشنگ و خوب، خیلی مرتب و تر و تمیز برای جوانها ساخته شده بود، در اختیار جوانها قرار می گره، برای آشنایی، برای آموزش، برای یادگیری، برای سمینار. حالا اونایی که از تهران اومدن اگه این صحبت ما رو بشنون اونا میتونن این رو تصدیق بکنن که من هم یک بار اونجا رفتم و یه سخنرانی برای جوانها داشتم و لذت بردم از اون فضای اختصاصی برای جوانها. خب ما آیا این رو در لس آنجلس داریم؟ که جوانها احساس بکنن که این جا متعلق به ماست، مال ماست، میتونیم توش مهمانی بگیریم، میتونیم توش دیت بکنیم، میتونیم توش عروسی بگیریم، میتونیم روزایی که موعدهای مختلف هست میخوایم با همدیگه بریم آشنا بشیم اینو انجام بدیم. خب بعضی از کنیساهای اتاق کوچکتر فسقلی رو میذارن مثلا برای جوانها، که حالا اون چقدر حالا برای جوانها جالب و هیجان انگیز باشه، ولی همین ساختار میتونه واقعا این اتفاق بیفته که دیگه لازم نباشه اگه جوانها میخوان با همدیگه آشنا بشن، شاید یه نفر تو خونهش مثلا یه برنامه اسپید دیتینگ بذاره که حالا اونا برن تو اون خونه اونجا بخوان با همدیگه آشنا بشن. خب میتونن یه جایی داشته باشن که فرضاً مثلا یک شنبه ها اونجا دور هم جمع بشن، با هم باشن، آشنا بشن، نمیدونم حالا چیزایی هم یاد بگیرن. اینا به هر حال امکاناتی است که به هر حال میتونه واقعا اون ترس ها و هراس های از تو جمع رفتن ها رو کنار بزنه، ازدواج، ترس از ازدواج رو کنار بذاره، بتونه واقعا به جوون ها که باز داریم میگیم نوجوان و جوون تازه داره وارد نهادهای اجتماعی میشه، احتیاج به یاد گرفتن داره، احتیاج به حمایت داره، حالا نه به اون وحشتناکی که در ایران داره مسمومیت و گازهای سمی به مدارس دختران تزریق میشه، ولی اینجا هم نباید جوانها رو تنها گذاشت، نباید رهاشون کرد، باید حمایتشون کرد، باید کنارشون بود، باید براشون امکان پذیر کرد ملاقات با همدیگر و کنار همدیگه بودن رو، ازدواج کردن رو
و مسائل رو به جای اینکه ما داریم سخت میگیریم و انتظارات خیلی عجیب و غریب از جوان داریم برای ازدواج و مسلماً هراس درش ایجاد میکنه. ما یه برنامه اتفاقا فکر میکنم صحبت کردیم در مورد اینکه چرا الان ازدواج ترسناک شده، کم شده. یکیش واقعا از همین انتظارات بالاست. بفرمایید. تا واقعا حالا بحثای سیاسی نشه، ولی خب درد جامعه است. این شدی که داریم صحبت میکنیم، تریبون دستمونه، من و شما با خلوص نیت. اون مثلا کنیسایی که دم و دستگاهشو دارن و سالن‌های بزرگ دارن، متاسفانه خودشون گیرن با اون دعواهایی که بین همدیگه الان 5-6 ماه گیره و اینا میتونن به جامعه بزرگترین خدمت ها رو بکنن، ولی نمیدونم به اسم دین و خدا، همونجور که مثلا تو ایران به اسم دین و خدا مردم از خدا و دین بری شدن، اینجا متاسفانه خیلی از یهودیت بری شدن. میگم وقت آقا مثلا رهبر ما اینجوریه، کنیسای ما اینجوریه، مردم مذهبی ما که کلا دارن ریش دارن اینجوریان، خب چه توقعی میشه من بیام مثلا کنیسا دکتر جان، مثلا چرا من برم بخوام به قول شما ازدواج کنم وقتی که جامعه دست من نمیگیره؟ این اونا که مذهبی ان به اصطلاح، من لغت مذهبی واقعا تنفر دارم استفادهش کنم ولی مجبورم بعضی وقتا، اینا که به اصطلاح اینگونه هستن اینجوریان، خب ما چیکار؟ احساس تنهایی میکنه دکتر جان، ترس برشون میداره، استرا برشون میداره. حالا فکر کن مثلا تو ایران همه بیان دست پای اینا رو بگیرن. من همیشه باز اینم حسرت اینم میخورم تو نیویورک سوریا واقعا چی بگم بهشون، بچه‌ها رو میگیرن میخواد ازدواج کنه، خونه براش میگیرن، بیزینس مغازه براش میزنن، همه کاری براش میکنن. چرا؟ همین حرف شما، یعنی که اینم دستی یه نفر دیگر رو بعدن میگیره. من اگه یه نفر رو موفق کنم اونم یه نفر دیگر رو موفق میکنه، ولی ایرانی چشم نداره. بعضی بین آقا یه نفر مثلا تو داونتاون میخواد بره بالا، باید بزنه تو سرش که با پوزه بخورزه، آقا بیزینسی که مرد خوردن، نه اینجا اصلا پیدات نشه. چرا؟ چرا ما اینجوری هستیم؟ میگه همیشه میگم الغانیانا، این سوره یا یکم جامعه لس آنجلس ما، همیشه من میگفتم 50 سال از نیویورک عقبیم، حتی از اورنج کانتی هم عقبیم. تو واقعا دو هفته پیش یک از دوستان صمیمی خودم رفته بود نیویورک، اومد این حرف به من زد، گفتم بابا من 10 سال 20 سال دارم این حرف رو میزنم. گفت دقیقاً همینجوری، اصلا نیویورک یک دنیای دیگه است با دکتر جان، یه دنیای دیگه است. من این رو بگم شما صحبت کنید، یه بار رفته بودم اورنج کانتی، شجریان اومده بود از ایران یه کنسرت داشت، رفتم اونجا و اکثرا هم 90% برادر خواهرای مسلمان بودن، ولی دکتر جان شیک پیک اینقدر آبرومندانه لباس پوشیده بودن که من لذت بردم. با من یه ربایی رفته بود اونجا، گفتم واو چقدر های کلاس اومدن. حالا بار یه کنسرت بذار تو لس آنجلس، لباس های جلف، انگار میخوام برن کنار دریا بدن رو نشون بدن. خب این اورنج کانتی اینجوریه، این لس آنجلس اینجوریه، من نمیدونم چه خبره. اینا من دیدم، نمیدونم شما دیدین، من حداقل تجربه کردم متاسفانه. همینطوری که میفرمایید، به هر حال یه مقداری واقعا توجه از اون چه که باید باشه به اون چه که نباید باشه یا کم اهمیت رفته و تجمل، چشم و همچشمی، اینها الان ملاک شده، ارزش شده، ولیو شده و متاسفانه ملاک قضاوت ها هم شده. یعنی یه آدمی دوست داشتنیه و خوبه و باید باش ازدواج کرد، با خانوادهش رفت آمد کرد، اگر این ملاک های لاکچری و اینها رو داشته باشه. اگر نداشته باشه نه، باید بذاریمش کنار، باش وصلت هم نباید بکنیم، باش رفت آمد هم نباید. اینا ملاک های غلط و اشتباهیست که واقعا بدون اینکه شاید حتی بهش توجه بشه هراس رو در جامعه به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی اگر من مثل اونها نباشم هیچیم، تنهام، بیکس میمونم، کمکی ندارم، کسی دستم رو نمیگیره، کسی با من دوستی نمیکنه. خب این هم هراس و نگرانی رو در حالا هر قشری، میخواد جوان باشه، میخواد میانسال باشه، میخواد بزرگسال باشه، ایجاد میکنه، برای اینکه احساس تنهایی میکنه. و من این رو بارها شنیدم، کسی با ما رفت آمد نمیکنه چون ما مثل اونها خدایاری نداریم، خدایاری نمیکنیم، خدایار نیستیم. چرا؟ برای چی؟ اون وقت این حس تنهایی هراس و وحشت میاره. به جای اینکه ما قرار بود اون همبستگی رو داشته باشیم و کنار هم باشیم تا این حس ترس و وحشت رو دور بکنیم،
من به عنوان یکی از راه حل ها گفتم کنار هم بودن، با هم بودن، هم بسته بودن. حالا ما بهتر بیایم این راهی جدا بکنیم و ملاک های غلطی رو داشته باشیم. به هر حال حالا بحث خیلی گسترده است واقعا، ولی خب مسائل به هم میتونه در سطح کلان و کشوری و سیاسی باشه و هم میتونه خیلی خیلی کوچیکتر به همین همسایگی خودمون برسه. امید خدا مده روزی که بتونیم همبستگی منو فقط در حرف نباشه، در عمل نشون بدیم. از خودمون شروع کنیم، عروسی ها سایه تر، مهمونی سایه تر، حتی بعد از 120 سال عزاداری ها مثل عروسی شده. دکتر جان میری عزاداری کیترینگ میارن گوشت و که آقا مرده دیگه، نه کباب و نه خروش و نه گندی اینا میخواد، برای چه فرق میکنه؟ خدا کمک کن. نمیدونم، من خندم میگیره بعضی وقتا از این مراسم ها. امیدواریم که یکم سر عقل بیایم و این عقلم تو هیچ دانشگاهی میتونه دکتر باشه، وکیل باشه، ربای باشه، یا عقل داری یا نداری. دانشگاه تو رو عاقل نمیکنه، دانشگاه تو رو فقط ادوکیتد میکنه تو اون رشته که میخوای بری به اون برسی. دانش بهت میده، ولی عقل و از خرد اینا، خرد اینا رو باید شما خرد اینا ای چیزایی است که به هر حال هم تجربه لازم داره، هم واقعا قوه تشخیص رو لازم داره که انسان بتونه بلوغ پیدا بکنه. همه ما در اون مسیر داریم حرکت میکنیم، میخوایم رشد بکنیم، میخوایم یاد بگیریم، یاد بدیم و اون خرد رو پیدا کنیم. مغز اون چیزیه که تو کلهه توی جمجمه هست، ولی خرد مجموعه اون دانشی است که شما فرمودی تجربیات و درک و امکاناتی که خود انسان داره پیدا میکنه. پس مغز یه چیز آناتومیه، ولی خرد مجموعه همه اون چیزهایی است که ما تو زندگی داریم یاد میگیریم و میآموزیم. به امید روزهای بهتر دکتر جان. جلو جلو سال نو مبارک، چون هفته آینده به امید خود به خاطر عید نوروز برنامه داریم، دوستان همه جا دعوتن جای مختلف. امیدوارم که سال خوب و پربرکتی برای همه دنیا و سال همبستگی واقعی باشه. به امید خدا. آمین. آمین آمین. ممنون از شما. شب روزتون بخیر دکتر جان. دوستان عزیز، خیلی ممنون که اینجا برای ما بودید. امیدواریم که ایام به وفق مرادتون باشه. برای هم بهترین رو بخوایم که خداوند هم برای دونه بدونه ما بهترین رو بخواد. شب روزتون بخیر.